دوستان، من مقابل سالن تیف هستم. جشنواره سینه ایران در حال برگزاری هستش. امروز 18 نوامبر روز دوم جشنواره هستش. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بارون خیلی شدیدی داره میاد، ولی به رغم این بارون جمعیت زیادی داخل سالن هستن و جمعیت زیادی هم همچنان در حال داخل شدن به سالن هستن. خب با ما باشید با گزارش‌هایی که براتون ارسال می‌کنیم تا از فیلم‌ها و جلسات پرسش و پاسخ آگاهی پیدا بکنید. تقریبا تمام فیلم‌ها سولد اوت شده و دیگه بلیطی هم باقی نمونده. با ما باشید. مرسی. امروز روز دوم حضور شما در جشنواره هستش. استقبال رو چطور دیدی؟ جشنواره رو چطور دیدی؟ من همین الان وارد شدم. من هیچی ندیدم. ولی به نظرم از دیروز بگی. دیروز که خیلی عالی واقعا. فیلمم البته من ندیده بودم فراری رو، خیلی به درجه یکی بود و مراسم هم خیلی خوب بود. همه چی عالی. سلام دوست عزیز. امروز روز دوم جشنواره هستش. تا اینجای جشنواره استقبال رو چطور دیدید؟ فکر میکنم این جشنواره یکی از بهترین جشنواره باشه که هر سال تو تورنتو برگزار میشه تو فستیوال های ایرانی، چون من خودم بیشترین چیزی که تو تفریحاتم علاقه دارم سینمای ایرانه و واقعا امیر گنجوی با این ایونت بزرگی که هر سال میذاره واقعا خسته نباشه و فکر میکنم بهترین فستیواله. این فستیوال من هر سه سالشو، یعنی از سال اول که برگزار شد، همه روزا جمعه شنبه شمشو رفتم و فکر میکنم امسال یکی از بهترین فستیوالاست، به خاطر که من جشنواره فجرم تو ایران پیگیرش هستم و بهترین فیلم‌ها رو امسال فکر می‌کنم آقای گنجوی همه رو سلکت کردن و تو این جشنواره آورده. مرسی. نظرت راجع به اطلاع رسانی فستیوال چطور هست؟ چطور شما اطلاع پیدا کردین نسبت به برنامه‌های فستیوال؟ من چون خودم میگم علاقه به سینما اینا دارم، با آقای گنجوی در تماس داشتم و خب ایشونو تو فیسبوک داشتم و ایونت های سینه ایران رو همه رو دنبال میکنم، یعنی من حتی برای من ایمیل والنتیر رو اینا رو فرستادن، ولی اطلاع رسانی بیشتر از طریق فیسبوک و اینستاگرام هستش دیگه. فکر میکنم همه ایرونی ها اینجا از این طریق اطلاع دارن جشنواره. آگهی ها رو دنبال کردید؟ آیا از آگهی خاصی خیلی خوشتون اومده؟ واقعیتش نه، یعنی همیشه من بخاطر اینکه دیر میرسم نه آگهی ها رو هیچ کدومو نمیدونم، هیچ آیدیایی ندارم. پیشنهاد خاصی برای جشنواره ندارید که دوست دارید اعمال بشه و جشنواره ارتقا پیدا کنه سطحش؟ پیشنهادی واقعا فکر میکنم تا اینجا همه چی پرفکت و عالی بوده، نه پیشنهاد خاصی ندارم، فقط خسته نباشم و دمشون گرم واقعا. خب دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در سالن تیف هستیم. امروز یک شنبه 18 نوامبر هست، روز دوم جشنواره سینه ایران. من اینجا اومدم با دوستانی که والنتیر هستن یه مقدار صحبت بکنم و گزارشی از اونها هم داشته باشیم. من حدود 3-4 ساله که تو برنامه های فونیکس برای به اصطلاح مراسم سینمایی که هست، فیلمایی که پخش میشه، شرکت میکردم.
عضو فیسبوک فینکس بودم و همچنین جز فالورهای آقای گنجوی که الان پرزیدنت سینه ایران هستن و همیشه هم به سینما و هنر خیلی علاقه داشتم و همه جا داوطلب شده بودم به جز در امور سینمایی. امسال از طریق دوباره فیسبوک متوجه شدم که به داوطلب احتیاج دارن و در جلساتشون شرکت کردم که توی نورث یورک سیویک سنتر اجرا میشد و علاقمندیمو نشون دادم و به عنوان یکی از بچه های گروه آپریشن انتخاب شدم. خیلی متشکرم. پس امسال اولین سالتونه که اینجا حضور دارین در سینه ایران؟ بله، و امیدوارم بتونم سالهای بعدم شرکت کنم. بله، و میشه راجع به استقبال مردم از فیلم ها برام بگید یکم؟ استقبال فوق العاده عالی بوده. مثلا همین روز که ما تیف هستیم به جز فیلم اول تمام فیلم ها سولد اوت شده. سه تا فیلم داریم که به اکران سوم رسیده، فیلم نگار آقای جوان، فیلم بدون تاریخ بدون امضای آقای جلیلی و همچنین فیلم رگ خواب آقای نعمت الله و همه فروش رفته. یه مقدار مشکلی که بوده حرف می‌کردم فقط تو تیف برگزار میشه، ولی چون ایجو هم برگزار میشه یه ذره از فیلمایی که اون طرف بوده استقبال بهتری میتونسته بشه. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین. موفق باشید. من نشام همینطور قربونت. امروز روز دوم جشنواره هستش، فضای جشنواره رو چطور می‌بینید؟ خیلی خوبه. من از اصولا از جشنواره خوشم میاد، اینجا هم خیلی باحاله به خاطر اینکه آدما زیادن و فضا خیلی دوستانه است، همه چی ترتمیز و خوبه، مرتبه، فیلم‌ها کیفیت‌هاشون رو پرده خیلی خوشاینده، آدم خوشش میاد. فیلم تماشا کردن که به نظر من بهترین کار دنیاست. مرسی. کار نگار با کارهای قبلیتون چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. بهتر خودتون ببینین بگین فرق داره. من همیشه فیلم‌های کمدی و فان و خوشحالن، یه ذره فیلم یه جور دیگه است. راجع به کارهای آینده‌تون بگین، پروژه‌ای در دست دارین برای آینده؟ بله، به زودی یه فیلم از چند فیلمنامه و قصه‌ای که می‌خواستم شروع بکنم هیچ کدومو کار نکردم، یه چیز دیگه دارم کار می‌کنم که آره عجیب بود. هر چی ایده و اینا داشتیم که روش کار کردیم همه رو گذاشتیم کنار، یه فیلم دیگه‌ای که فکر می‌کنم یه فیلم بشه بهش گفت یه کمدی اکشنه. خیلی متشکرم، مرسی، شب خوبی داشته باشید. تمام، همینطور خوشحال شدم. کارگاه که خیلی عالی بود، واقعا جمع صمیمانه و خیلی زیبا بود با آقای کیانیان و همه چیز عالی بود. ما راحت نشسته بودیم و همه راحت باشون صحبت میکردن، واقعا تجربه خیلی خوبی بود. نظرتون به طور کل راجع به جشنواره‌ای مثل سینه ایران چی هست و چه انتظاراتی دارین از این جشنواره ها؟ به نظر من که اولین بار بود توی همچین جشنواره و فستیوالی شرکت میکردم، خیلی عالی بود و فقط احساس میکنم که یکم اطلاع رسانی باید بیشتر باشه و مردم بیشتر اینجور در واقع ارگانیزیشن ها رو بشناسن، چون من خودم حقیقتش خیلی سخت متوجه شدم از طریق فیسبوک و اون که یک حالت مثلا هشتگ بود که من دیدم و فهمیدم که دیگه اون موقع تمام تیکت ها هم سولد اوت شده بود برای فیلم ها و فقط تونستم تو ورکشاپ آقای کیانیان شرکت کنم. دوستان ممنون هستیم از اینکه برنامه های ما رو دنبال میکنید و گزارش های ما رو در این دو روز دنبال کردید. متاسفانه علیرغم تمام تلاش هایی که ما کردیم تا گزارشی با آقای رضا کیانیان داشته باشیم، ایشون شرایطی رو فراهم نکردن که ما بتونیم با ایشون صحبت بکنیم و گزارشی تهیه بکنیم و اونها رو برای شما بفرستیم. ممنون میشیم گزارش های ما رو در فیسبوک و یوتیوب در هر صورت دنبال بکنید. امروز هم ساعت 7:20 دقیقه در سالن تیف در حقیقت فیلم نگار به نمایش در خواهد اومد و ساعت 7 هم برنامه رید کارپت فیلم نگار هست و ما تلاش میکنیم گزارش برای شما تهیه بکنیم با آقای رامبد جوان و خانم نگار جواهریان. حتما گزارش رو نگاه بکنید و امیدوار هستیم که لذت ببرید. مرسی. امروز روز دوم جشنواره هست، فضای جشنواره رو چطور دیدید؟ به هر حال خیلی برام با ارزشه که توی یه کشور خارجی یه عده ایرونی جمع شدن و دارن سعی میکنن که فستیوال رو برگزار کنن. به نظرم کار خیلی سختیه و بر من هم خیلی با احترامه، هم خیلی با ارزشه و مطمئنن سال به سال که بگذره بیشتر رشد میکنن. استقبال رو چطور دیدید؟ خیلی خوب. خیلی هم زیاد این شما ایرانی ها اینجا یا خودتون رسوندین به این شهر.
به اینم خیلی واقعا باحاله که ایرانیایی که تو هر شهر دیگه تو دنیا زندگی میکنن دوست دارن که سینما ایران رو دنبال کنن هنوز. خیلی مرسی. راجع به فیلم نگار چیزی میتونید به ما بگین؟ ببینید. با کاری قبلیتون فرق میکنه کارهایی که کار کردید؟ همه کارا با هم فرق میکنن دیگه جورایی. بله. مرسی، متشکرم. شب خوبی داشته باشید. مرسی شما. خوشبختانه فستیوال تا الان خیلی خوب برگزار شده، به نظرم استقبال مردمی خوب بوده. ما امسال خیلی گسترش پیدا کردیم نسبت به سال قبل، از یک سالن تبدیل شده به 4 تا سالن در آرت گالری و اونتاریو امسال هستیم، اضافه بر تیف به لایت باکس که همیشه لوکیشن اصلی ما بوده، فیرویو لایبرری تئاتر این از کالج در دانشگاه تورنتو. و خب انقدر استقبال از فیلم خوب بوده که بعضیا به اکران 4 هم رسیدن و خب من خیلی خوشحالم. به پس نسبت به سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته این جشنواره؟ بله، ما هم تعداد مهمونامون خب خیلی زیاد شد، هم تعداد فیلمامون و هم فیلم‌ها خوشبختانه پرفروش بودن، استقبال خیلی خوب بوده. من خیلی دوست دارم بدونم که چند وقت شما تلاش کردید تا این جشنواره رو آماده بکنید از قبل از اینکه جشنواره شروع بشه؟ یه جورایی راستشو بهتون بگم از روز دوشنبه که فستیوال ما تموم میشه ما شروع می‌کنیم برای سال بعد، چون همین پروسه این که انتقادات و پیشنهادات امسال رو اعمال کنیم شروع میشه همین الان و میره تا سال آینده، ولی پروسه انتخاب فیلم معمولاً هلوش ماه فوریه بهمن که جشنواره فجر هست خب شروع میشه دیگه. جناب آقای هفتمان، میشه لطفاً نظرتون راجع به فستیوالی مثل سینه ایران بفرمایید؟ اول سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزتون و تشکر میکنم از شما. فستیوال سینه ایران جایگاه خیلی خوبی داره به نظر من، این سومین دورشه که برگزار میشه و استقبال خیلی خوبی داره ازش میشه. من خیلی خوشحالم از این بابت و مخصوصا خب امکانی میده به هم مخاطبین ایرانی خارج از کشور و هم خارجیان، یعنی مثلا کانادایی ها که فیلم های ایرانی بیشتری ببینن، چون متاسفانه یا خوشبختانه تولید سینمایی زیاد شده و جشنواره هایی مثل تورنتو فیلم فستیوال امکان اینه که بیشتر از 2 تا 3 تا فیلم ایرانی نمایش بدن در سال ندارن و برگزاری همچین چیزی در کنار در همین مجموعه تورنتو فیلم فستیوال خب اتفاق خیلی خوبیه، چون تعداد فیلم های خوب در ایران خوشبختانه بیشتر از 2-3 تا در ساله و من خیلی خوشحالم که این امکان فراهم شده و ازش به این صورت استقبال میشه. خیلی متشکرم. نسبت به سال گذشته به نظرتون تغییر کیفی مثبتی کرده سینه ایران؟ خیلی استقبال بیشتر شده و این مرهون زحمات فکر کنم برگزار کنندگانش و داوطلبینی که به هر حال کمک میکنن برگزار بشه و بهتر شده. خیلی هم تعداد فیلم‌ها زیاد شده هم مخاطب زیاد شده، خیلی خوشحالم از این بابت. خیلی متشکرم، میدونم که وقتتون خیلی پر از سرتون شلوغه، بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم. خیلی متشکرم هستم. خیلی ممنون از لطف شما و بینندگانتون. اول فکر می‌کردم ایران در عرض این 3 سال اینقدر پیشرفت کرده باشه واقعا و نه فکرم نمی‌کردم اینقدر علاقه من وجود داشته باشه، چون به هر حال اینا فیلمایی مثلا سارا آیدا فیلمیه که سی دیش در اومده روی اینترنت الان هست لینکش، ولی همین که مردم اومدن باعث خوشحالیه. خانم آهنگرانی، کار جدیدی در دست دارید؟ کار جدید که بازی نه، من امسال درگیر فیلم مستند بودم که خودم ساختم که الان تو جشنواره سینما حقیقت هست، یعنی من باید برم ایران برای اون جشنواره. همین، موفق باشید. سلام آقای عزیزی، وقتتون بخیر. شما به عنوان کسی که خودتون در کار تهیه فیلم هستید، چی فکر میکنین راجع به جشنواره سینه ایران و برگزاری جشنواره های مثل سینه ایران؟ حالا جشنواره های از این دست مسلما کمک میکنه به این جدایی که افتاده بین ایرانی های مهاجر و هنرمندایی که در داخل ایران فعالیت میکنن. یه پل ارتباطی است برای اینکه بهتر همدیگر رو ببینن و همدیگر رو بشناسن و از حال همدیگه آگاه بشن، حالا چه هنرمندای داخل ایران بدونن که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته توی به اصطلاح جامعه ایرانی ها و چه جامعه ایرانیان بدونن یک ارتباط نزدیکی داشته باشن با هنرمندای مورد علاقه شون.
مرسی. اطلاع رسانی جشنواره به چه صورت بوده به نظر شما؟ کار شبکه شما که خیلی خوب بود. ممنونم، مرسی. کار بقیه هم خوب بود. حالا من که خوب خبر داشتم، نمیدونم بعد کسایی که با فاصله دارم، ولی خب میدونم خوب بود، از دیگران شنیدم خوب بود. اطلاع دارین استقبال مردم چطور بود از جشنواره؟ استقبال که همه بلیط‌ها تموم شده، ما دوست و آشنا هر کی اونور رجوع میکنه میگه یه جایی یه چیزی که گیر بیاد نیست متاسفانه دیگه. بعضی وقتا من خودم مجبور شدم نرم، بگم این دوستان برن. فکر میکنین جشنواره امسال از نظر کیفی چقدر تغییر کرده با جشنواره های سال گذشته؟ فکر کنم یه گام بلندی بود، یعنی امسال نسبت به سال گذشته بیشتر از اون چیزی که رشد پیش بینی شده ای که مثلا سال 10% 15% جشنواره رشد کنه، امسال دیگه دو برابر رشد کرد، یعنی 50% نسبت به سال گذشته با تنوع فیلمایی که من میبینم و مهمانایی که اومدن 50% رشد داشته که خیلی قابل توجهه. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین جناب آقای عزیزی، امیدوارم لذت ببرید امشب. قربان شما، من متشکرم از شما و برنامه خوبتون. در آینده دوستان چه تغییراتی ببینید در این فستیوال؟ باید به این سوال فکر کنم، چون واقعا انقدر سرعت بزرگ شدن فستیوال زیاد بود که خودمون هم سورپرایز کرده، ولی خب امسال ما یه برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو تا ورکشاپ اضافه شد. آقای کاهانی تدریس کارگردانی داشتن، آقای کیانیان بازیگری که امروز برگزار شد و خیلی استقبال خوبی شد، جلسه فوق‌العاده‌ای بود به همت ایشون البته که استاد هستن. و خب ما دنبال این هستیم که برنامه‌های جانبی مثل همین ورکشاپ حالا ادامه بدیم و گالری عکاسی، گالری‌های کارهایی که هنرمندان غیر از سینما انجام میدن در کنارش، و همینطور تئاتر، هر چیزی که بتونیم به فستیوال اضافه کنیم تا فستیوال به هر حال از موفقیت سینماییش استفاده کنیم تا بزرگترش کنیم. خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشین و خسته نباشین. خیلی ممنون، مرسی، شب شما بخیر. هر شب با اینا تصادف کردم. پروم زاده بچه‌ام مرد. من که بالاخره پیداش می‌کنم. اگه بفهمن سنگسارت می‌کنه. این آمپول رو باید سریع تزریق کن. این هم هدیه که قول داده بود. همه وسیله. برای چی باید تمدید نمی کنن؟ چی کار کردی؟ چقدر از منو دارید مونده؟ چطور میتونستم دوستش نداشته باشم؟ از گلوی من، از گلوی